فصل سوم. یک روز در ساعت 3 بعد از ظهر که وقت نماز بود، پتروس و یوحنا به معبد بزرگ می رفتند. در آنجا مردی مفلوج مادرزاد بود که هر روز او را در جلوی در بزرگ معبد که به دروازه زیبا معروف بود می گذاشتند تا از کسانی که به درون معبد می رفتند صدقه بگیرد. وقتی پتروس و یوحنا را دید که به معبد می‌روند، تقاضای صدقه کرد. اما پتروس و یوحنا به او خیره شدند و پتروس به او گفت: به ما نگاه کن. او به خیال اینکه چیزی از آنان خواهد گرفت، با چشمانی پرتوقع به ایشان نگاه کرد. اما پتروس گفت: من طلا و نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو می‌دهم. به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور می‌دهم، بلند شو و راه برو. آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پاها و قوزک پاهای او قوت گرفتند. او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد و جست و خیز کنان خدا را حمد گویان به اتفاق ایشان وارد معبد شد. همه مردم او را روان و همگویان دیدند. وقتی پی بردند که او همان کسی است که قبلا در جلوی دروازه زیبا می نشست و صدقه می گرفت، از آنچه برای او اتفاق افتاده بود غرق تعجب و حیرت شدند. در حالی که او به پتروس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی شد، جمعی مردم با حیرت در ایوان سلیمان به طرف آنان دویدند. وقتی پتروس دید که مردم میآیند، گفت: ای اسرائیلیان، چرا از دیدن این امر تعجب میکنید؟ چرا به ما خیره شده اید؟ خیال میکنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانده است. آری، شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتوس او را رد کردید، در حالی که پیلاتوس تسلیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و بدین طریق آن سرچشمه حیات را کشتید، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید نیرو بخشیده است. به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آری، در حضور جمعی شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست کرده است. و اما ای برادران، می دانم که شما مثل حکرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید. ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدتها پیش به وسیله جمعی انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح موعود را که از پیش برایتان برگزیده بود، بفرستد. همانطور که خدا به وسیله پیامبران مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. موسی فرمود: خداوند خدای شما پیامبری مانند من برای شما از میان برادران شما برمی انگیزد. باید با آنچه او به شما می گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر باز زند باید از جمع اسرائیلیان ریشکن شود. و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردند. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست سهمی دارید، چنانکه خدا به ابراهیم فرمود: از نسل تو جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. هنگامی که خدا بنده خود عیسی را مبعوث فرمود،
او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.